سلام و وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 8 میزان سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 سپتامبر سال 2019 میلادی. با سرویس خبری 8 شب از آریانا و آریانا نیوز با من بسیار جو خوش آمدید. در نخست هم سرخط خبرها. ادعای عبدالله با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری. انتخابات و دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده. باطل خواندن رای غیر بایومتریک از سوی کمیسیون انتخابات. ما رای غیر بایومتریک قطعا قبول نداریم. اگر غیر بایومتریک قبول میکردیم خب پس به منوال میرفتیم. و اسیر شدن 2000 سرباز سعودی از سوی حوثی های یمن. مشروع خبرها. عبدالله خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری می داند. آقای عبدالله در یک نشست خبری می گوید انتخابات به دور دوم نخواهد رفت، زیرا وی آرای بلندی از مردم گرفته است و برخی از مقام های حکومت را به تقلب متهم می کند. کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به گفته های آقای عبدالله می گوید هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری حق اعلام پیروزی را ندارد. همکارم سمیر جهش گزارش می دهد. دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، این نامزد ریاست جمهوری خود را پیروز میدان میداند. میگوید بررسی‌هایشان نشان میدهد که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم نخواهد رفت، زیرا دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آرای بلند دارد. با اینکه در روزهای آینده جلو تقلبات را که صورت گرفته جلوش گرفته شوه و او از اعتبار ساقط شوه، رای ما به مراتب بلندتر میشه. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده. رفتن مردم به پای صندوق های رای دهی را نگفتن در برابر خود کامگی میداند و پافشاری دارد که آرای بدون بایومتریک باطل اعلام شود، اما میگوید که برخی از مقام های حکومتی دست به تقلب زدن. دوم افغانستان با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جواب نه گفتن به اونایی که از طریق خشونت و از طریق توسل و جنگ میخوان سرنوشت تعیین کنن. کمیسیون های انتخاباتی از دسته های انتخاباتی میخواهند از پیش داوری ها دست بردارن، زیرا اعلام نتایج انتخابات از صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی است. ما بی‌طرفانه طرفدار هیچ کس نخواهد بودیم، طرفدار آرای پاک مردم خواهد بودیم که در شرایط اساس مملکت رفتن پای صندوق های رای و انتخاب خودشان بود. اینکه کی هست نه بر ما معلوم است، مشخص است، نه بر هیچ کس دیگه. برخلاف او ستاد انتخاباتی دیگه که در اوج جنگ و جنجال روان است، چون پولا را صحیح حساب ندادن و در جای تعداد ناظر از رای دهنده برشان از او قدر زیادتر بوده و پولش گرفتن و حساب باید بتن. بیشتر از این معاون اول دسته انتخاباتی دولت ساز پیروزیشان را در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده بودند. در همین حال روز گذشته رحمت الله نبیل گفت که کس ادعای کامیابی میکند زود حیران خواهد شد. به گفته وی خواب و هیجان چیز خوب است به شرط که واقعیت داشته باشد. آرای بدون بایومتریک باطل است. کمیسیون انتخابات میگوید آرایی که روند بایومتریک را طی مراحل نکرده باشد باطل است، زیرا این آرا دستی است و شبیه گذشته زمینه تقلب در آن بلند می باشد. در همین حال شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شمارش آرای بایومتریک را معتبر خوانده میگویند این روند می تواند آرایی سیاه و سفید را جدا کند و همچنان زمینه تقلب را کاهش دهد. همکارم علی اصغری با شرح بیشتر این خبر. کمیسیون انتخابات برای آنکه بتواند روند رایدهی را شفاف سازد، دستگاه های بایومتریک را فعالتر از انتخابات مجلس نمایندگان ساخت. بیشتر رایدهندگان ثبت همین دستگاه شدن و بارکود مربوط به مشخصات رایدهنده هم در پشت برگه رایدهی چسبانده شده تا رای سیاه و سفید و آرای تقلبی مشخص شود. از این رهگذر است که کمیسیون انتخابات میگوید هر نوع رای غیر بایومتریک شده باطل است.
رأی بدون بایومتریک، رأی غیابی، رأی خیالی، رأی تکراری، رأی کسی که زیر سن باشه، رأی کسی که مثلا شست نگذاشته باشه، تمام از این مدار اعتبار نیست. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند شمارش آرای ثبت بایومتریک به مراتب میتواند میزان آرا را کم کند، زیرا رایهایی است که به گونی تقلبی و غیر ثبت بایومتریک و بارکد آن به صندوق ها ریخته شده و این کار تقلب را برملا میکند. مورد قبول شورای کاندیدا شمارش آرای بایومتریک است، ولی تنها بایومتریک نیست، بلکه کاغذهای رایدهی هم همراهش باشه، مطابقت داشته باشه و کاغذهای رایدهی باید بارکد داشته باشه. برخی از دسته های انتخاباتی در این مورد کماکان از کمیسیون ناراضند، زیرا مشکلات همچون نبود نام رایدهندگان در فهرست یا هم مشکلات در دستگاه بایومتریک نگرانی های در روز رایدهی داشته است. در بعض موارد مثلا فهرست رایدهندگان موجود نبود، در بعض موارد دستگاه بایومتریک به صورت دقیق کار نمی کرد، خب این هم میتونه یک مشکل ایجاد بکنه. تصاویر در صفحات اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد برگه های رایدهی به دست یک تعداد از کسانی افتاده و به گونه غیر قانونی از این برگه ها استفاده می کنند. کمیسیون ظاهرا خیال همه را راحت می سازد و می گوید این آرا قابل شمارش نیست. برخی از جرهای سیاسی با شمول حامد کرزی، عطا محمد نور، اسماعیل خان و یونس قانونی در تلاش سبوتاژ برایند انتخابات ریاست جمهوری هستند. شماری از نمایندگان مجلس با ابراز این مطلب میگن که این سیاسیون تلاش دارند تا از این طریق بار دیگر به قدرت برسند. در همین حال اعضای جریانهای سیاسی چنین گفته ها را بی‌بنیاد میدانند. مجلس نمایندگان چگونگی برگزاری انتخابات را در آجندا شامل کرد. شماری از اعضای این مجلس برخی از چهره های سیاسی را متهم به سبوتاژ برآیند انتخابات ریاست جمهوری می کنند و می گویند که این چهره های مطرح تلاش دارند تا قدرت را به دست بگیرند و این تلاش ها کشور را با بحران بزرگ مواجه خواهد کرد. گروپی است که میگه ما انتخابات نمی خواهیم، ما منتظر هستیم که مردم افغانستان به سرکله یکی دیگه بزنند، باز ما می قدرت بگیریم به سرکردگی کرزه قانونی، عطا و امثال و اسماعیل. اینا باز گرگای هستند که در کمین است که کی مردم افغانستان گردن یکی دیگر بگیرن که باز ما متحدانه به شکار بپردازیم. متاسفم از این که برخی از شخصیت های سیاسی کشور و برخی از حلقات سیاسی در همکاری و تعامل با برخی حلقات خارجی متاسفانه برای سبوتاژ کردن انتخابات کمر بسته کردن. پروسه های ملی ما که انتخابات ریاست جمهوری است در افغانستان، بعضی سیاسیون میگه که خب انتخابات هم اگر شده بعد از او باید اداره موقت بیاید. ما نمیفهمیم که هدف سیاسیونی که بعد از انتخابات صدای اداره موقت را بلند میکنه چیست؟ اما اعضای جریان های سیاسی این گفته ها را رد میکنند و میگویند که بیشتر تمرکز این جریان برای سال بوده است. جناب کرزی صاحب که در طول 5 سال در صدد صلح بوده، در صدد تامین وحدت ملی بوده، عالم تلاشای خود ادامه میده با سران اقوام مختلف افغانستان و ما اما قدر به می دوستا گفتم میتونم که در اون مجلسی که چند روز پیش بود از تکتای مختلف جریان‌های سیاسی به او شرکت داشتن و همگیشان به این معتقد بودن که صلح بر مردم افغانستان اولویت داره. از سوی دیگر رئیس مجلس نمایندگان از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد تا نتایج را بر بنیاد آرای پاک مردم اعلان کنند تا از یک بحران سیاسی در کشور جلوگیری شود. امروز کمیسیون های انتخاباتی در برابر یک مسئولیت تاریخی برای مردم باید جواب بدهند. با تامین شفافیت انتخابات و اعلان نتایج پاک بدون تقلب، اعتماد مردم را به پروسه ملی انتخابات، دموکراسی و جمهوریت را تضمین نماید. هر گونه تخطی، تخلف و جرم انتخاباتی می تواند توقع بسیار خطرناک را به بار آورد و بحران سیاسی مدهش را ایجاد نماید. بیشتر نمایندگان مجلس می گویند که قربانی ها و مشارکت مردم در روند انتخابات نباید از سوی دسته های انتخاباتی نادیده گرفته شود و باید نتیجه انتخابات با آرای شفاف از سوی این دسته ها پذیرفته شود.
با اینکه تا اینا دار پوست‌های دولتی متوقف است، اما محمد بشیر محمدی وظیفه خود را به حیث رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت میدانوردک آغاز کرد و پیش از این در ولایت‌های پکتیا و غزنی به حیث رئیس اطلاعات فرهنگ وظیفه اجرا کرده است. از سوی دیگر رئیس جدید گمرک ننگرهار به ولی این ولایت معرفی شد. معرفی احمد نوید بشریار به حیث رئیس گمرک ننگرهار از سوی شماری از مسئولان وزارت مالیه به ولی صورت گرفته است. بیشتر کسانی که در ششم میزان رای ندادند، دانشجویان و افراد تحصیل کرده هستند. این شهروندان با آنکه مهمترین دلیل عدم شرکت در افغانستان را بی‌باور بودنشان در تعیین رئیس جمهور آینده می‌دانند، با آن هم می‌گویند که برای نهاده نشدن روند مردم سالاری جز انتخابات هیچ بدیلی وجود ندارد. شاهپور فرهمند با شماره کسانی که رای ندادند گفتگو کرده و از آنان دلیل رای ندادنشان را پرسیده است. این حلقه همه دانشجو و دوستان همدیگر هستند. از میانشان اما تنها دو تن در روز انتخابات رای دادند. آنهایی که رای ندادند هرچند میگویند برای نهادینه ساختن روند مردم سالاری جز انتخابات گزینه دیگری وجود ندارد، اما دلیل شرکت نکردنشان را بی‌باور بودن به شفافیت انتخابات و بی‌برنامه بودن نامزدان عنوان میکنند. باور من نسبت به حکومت ضعیف شده. بمی ضعیف شده که اونا هر قسمی که فهمیدی چیز میکنن، شعار میتن، اما متاسفانه یکیش به شعار خود عمل نمیکنه. در این مرحله که هر کدامشان که در تخت رئیس جمهوری میشینن کارهایی را انجام بدن که در حقیقت خوشبینی مردم، باورهای مردم بیشتر شوه و مردم دوباره که بس پای صندوقهای رای بروند. اما کسانی که رای دادن شرکت در انتخابات را گامی برای تقویت مردم سالاری می دانند و می گویند که حضور پررنگ در انتخابات می تواند جلو تقلب در این روند را بگیرند. وقتی که انتخابات می شه ما باید بریم زعیم کشور خود انتخاب باید بکنیم. که متاسفانه انتخاب میکنیم، مگر مردم به می فکر است که انتخاب ما نتیجه نمیده. دخالت های خارجی هم بوده، درونی هم بوده. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی بیشتر از 7 میلیون تن رای داده بودند. در حالی که می باید با گذشت هر سال مردم باورمند به روندهای مردم سالاری شوند، اما باورها این هستند که انجام تقلب در سال 2014 و عملی نشدن وعده های حکومت داران مردم را به این روند بی باور ساخته است. بالاخره که یک حکومت عادل مسئله به خاطر به درد همه جامعه همه مردم هم بسیار رنج زحمت دیده، یک حکومت عادل بر بنیاد آمارها در ششم میزان حدود 20% از واجدان شرایط رای ریختند. آماری که سطح پایین مشارکت مردم را نسبت به انتخابات‌های 3 دور گذشته ریاست جمهوری نشان می‌دهد. رای دهندگان در ولایت کاپیسا بر جداسازی آرای تقلبی از آرای واقعی تاکید می کنند. شماری از باشندگان و فعالان مدنی در این ولایت بی‌باور بودند بر شفافیت انتخابات را مهمترین عامل می دانند که آنان را از رفتن پای صندوق های رای باز داشته است. در همین حال فرمانده پلیس کاپیسا می گوید با عملیات از پیش برنامه ریزی شده زمینه برگزاری انتخابات را حتی در ساحات زیر اداره طالبان فراهم کرده بودند. شاهپور فرهمند در این گزارش می گوید که حتی مسئولان ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت وجود تقلب به سود نامزد مشخص را در این ولایت تایید می کنند. در 70 کیلومتری پایتخت انتخابات چگونه گذشت؟ از 164 هزار واجد شرایط رای‌دهی در ولایت کاپیسا تنها حدود 35 هزار تن پای صندوق‌های رای رفتند و رای دادند. حضور به شدت کمرنگ و بی‌باور بودن به شفافیت در انتخابات. نسبت به انتخابات ریاست جمهوریایی که پیشین گذشت و انتخابات مجلس نمایندگان حضور مردم کمرنگ بود. از این ما مردم که دعوت هم میکنیم بیایی به انتخابات چیز میگن اگه ما رای هم بتیم و کسی که تعیین هست هست بازیانی از شفافیت انتخاباتی تو چیز کامل ندارد. انتقال صندوق‌های رای‌دهی از محلات به خانه‌های شخصی، تقلب به سود نامزد مشخص و ریختن رای بدون بایومتریک از مواردی هستند که بیشترین شکایت را در این ولایت داشتند. تقلب بوده بس دیگم انتقال صندوق‌های رای‌دهی از مراکز رای‌دهی به خانه‌های مسکونی بوده، همین تخلفاتی بوده که تا فعلا جریان داشت.
از میان ولسوالی های هفتگانه کاپیسا، سی ولسوالی تگاب، علسای و نجراب زیر تهدیدهای جدی طالبان قرار داشت. اما فرمانده پلیس کاپیسا میگوید که برنامه های طالبان برای برهم زدن روز انتخابات را تارمار کردند. علمای طالبای پاکستان تحریر اعلان کردند که در افغانستان رایدنده ناروا هستند. مردم بسیار جواب دلگان شکن برشان دادن، در رویشان زدن که امروز عملن در پروسه ملی کلیگ اشتراک کردن و بالای نیروی امنیتی و دفاعی همکار هستند و عملن پروسه بسیار به خوبی پیش میره. در ولایت کاپیسا مردم در 80 مرکز رایدهی نامنویسی کرده بودند و در 77 مرکز انتخابات برگزار شد و در 3 مرکز بنابر تهدیدهای امنیتی انتخابات برگزار نشد. پس از یک میابرنامه کوتاه بیننده خبرهای اقتصادی باشید. با خبرهای اقتصادی خوش آمدید. اداره مواد نفتی در ولایت بلخ تأسیسات نفت و گاز این اداره را بعد از طلبی می‌گذارد. مسئولان اداره مواد نفتی در بلخ می‌گویند این اداره با منظور گردآوری عواید و نیز جلوگیری از استهلاک شدن تأسیسات نفت و گاز با ظرفیت نزدیک به 11000 تن ذخایر دولتی را به بخش خصوصی به کرایه می‌دهد. از این ذخایر که ظرفیت آن به 11000 تن می رسد، قرار بود حکومت برای جلوگیری از انحصار مواد نفتی از سوی بخش خصوصی و جلوگیری از افزایش بهای نفت استفاده کنند تا بتوانند کنترل بهای مواد نفتی را به دست بگیرند. مسئولان اداره مواد نفتی بلخ می گویند به تازگی حکومت تصمیم گرفته است تا در کنار جلوگیری از استهلاک این تأسیسات، برای گردآوری عواید این تأسیسات را به داوطلبی بگذارند. ما امی ذخایر که 10000 تن ذخایر نفت گاز داریم، 1000 تن ذخایر گاز داریم. ما همیرا در اعلان می سپاریم که بتانیم هزی عواید دولت بالا ببریم. آقای مرادی همچنان می گوید اداره نفت و گاز بلخ از آغاز سال مالی تا کنون نزدیک به 1.5 میلیون افغانی از درک کمیشن از تانک های تیل و همچنان مواد نفتی وارداتی گردآوری کرده است. عواید که ما از این تانک ها جمع‌آوری میشه عقل خدمت در حدود 8 لک افغانی بودن. تقریبا که ما این ماه گذشته عواید بررسی کردیم تقریبا 13-14 لک افغانی شده. در حال حاضر 180 تانک تیل خصوصی و 4 تانک تیل دولتی در بلخ فعالیت دارند. مسئولان این اداره نیز میگویند آنان برای جلوگیری از استفاده و توزیع نفت کم کیفیت نظارت جدی دارند. اکنون هم توجه کنید به نرخ ارزها در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارات 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 89 پول، 1000 کلدار پاکستانی 500 افغانی و 1000 کلدار هندی 1100 افغانی. اکنون هم توجه کنید به وضعیت هوای فردا. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 22. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. و غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. سرویس خبری 8 شب هم در همین جا به پایان رسید.